دومین روز خرداد ماه برابر با 23 می سال 903 خورشیدی برابر با 1524 میلادی در گذشت شاه اسماعیل صفوی، شاه ابوالمظفر ابن شیخ حیدر ابن شیخ جنید معروف به شاه اسماعیل یکم، مؤسس سلسله صفویان که شیعه اثنی‌عشری را مذهب رسمی ایران نمود و در مدت 23 سال سلطنتش با تلاش بسیار و ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند توانست حدود مرزهای ایران را به حدود مرزهای زمان ساسانیان نزدیک کند. شاه اسماعیل در عین حال شاعری پرکار بود. وی پس از عمادالدین نسیمی ادبیات آذربایجانی را گسترش داد. وی علاوه بر آذری به زبان فارسی نیز شعر می سرود که تنها چند نمونه از اشعار فارسی وی به جا مانده است. سال 1376 خورشیدی برابر با 1997 میلادی در گذشت پروفسور احمد پارسا نخستین استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران، پیشکسوت در دانش گیاهشناسی نوین ایران و نخستین ایرانی که به صورت علمی بر رستنی‌های این سرزمین تحقیق نمود و بزرگترین اثرش را در همین زمینه با نام فلور دولیران به زبان فرانسه منتشر کرد. پارسا را همچنین بنیانگذار موزه علوم طبیعی ایران نیز به شمار می‌آورند. وی سرانجام در حالی که بیش از 60 سال از عمر خود را به تحقیق و تفحص درباره طبیعت ایران پرداخت، در سن 90 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. سال 1390 خورشیدی برابر با 2011 میلادی در گذشت ناصر حجازی یکی از بزرگترین اسطوره‌های فوتبال ایران که فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال او را پس از محمد الداعیه عربستانی برترین دروازه‌بان قرن بیستم قاره آسیا معرفی کرده است. ناصر حجازی که همه او را ناصر خان صدا می زدند در تهران چشم به جهان گشود. پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی توانست با مدرک لیسانس از مدرسه عالی ترجمه فارغ التحصیل شود. حجازی که در تمام مدت تحصیل تنها فوتبال را به صورت تفریحی دنبال می کرد و رشته اصلی ورزشیش بسکتبال بود، در یکی از مسابقات آموزشگاهی زمانی که دروازه‌بان تیم مدرسه‌اش به شدت آسیب دید، به اصرار مربی مدرسه به ناچار وارد دروازه شد. با اتمام بازی حجازی جوان به شدت مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت و این برای او آغاز یک راه بود، راهی طولانی که او را طی سالها چنان به اوج شهرت و محبوبیت رسانید که پس از درگذشتش مسئولان به دلیل ازدیاد علاقمندانش ناچار مراسم وداع و تشییع پیکرش را از ورزشگاه 100,000 نفری آزادی آغاز کردند. در زمان دروازه‌بانی حجازی در کارنامه تیم ملی فوتبال ایران مواردی چون دو قهرمانی در جام ملت‌های آسیا، یک قهرمانی در بازی‌های آسیایی، شرکت در المپیک و جام جهانی فوتبال به ثبت رسیده است.